با درود بیکران، بار دیگر با شما هستیم در برنامه دیگر از میزگرد پادیاوند فرهنگ یهود، پیوند قلب ها از اورشلیم تا لس آنجلس، برنامه دیگر از اندیشکده پارس یهود. من مهرداد رحیمی، میزبان جناب ربای ملکان از لس آنجلس هستم. بنما به برنامه ما خوش آمدید جناب ملکان. صبح شما بخیر، درود بر شما و تمام بیننده های عزیز شما. امید بر این که همه شما در صلح و سلامتی کامل، به دور از کرونا، به دور از این مگفا یا گزرا رعا که از همه ما و از تمام دنیا به دور بوده، که همه ما رو در حقیقت حبس که داریم که این دوران سخت هم بگذره و همه بتونن در آغوش خانواده هاشون با مهر و محبت در کنار همدیگه باشن. شبای شبات، این موعد عزیز پسح که داره میاد، هنوز نیامده، قلب من در حقیقت تیکه تیکه پاره است که درد و غم مردم خودمون رو احساس میکنم و هر روز صدها تلفن به من میشه از گرفتاری ها، از کسانی که تو تخت بیمارستان هستن و از خدا میخواد که بهشون کمک بکنه و از این منجلاب گرفتاری و حبسی که همه ما درش قرار گرفتیم نجات پیدا بکنیم. با سپاس از جناب ملکان. به هر حال آنچه که ما در اورشلیم میبینیم و آنچه که در حال حاضر در لس آنجلس و سراسر جهان میبینیم، اپیدمیه که و شیوع کرونا هست. به هر حال آنچه که مطرح هست بر اینه که ندایی هست و برای اینه که ترنگولی بزنه و ما رو از خواب خفته و خواب اصحاب کهف بیدار بکنه. این بیداری رو به چه گونه شما میبینید در بین افرادی که در حال حاضر با وجود اینکه کنیسه ها، مساجد و همینطور کلیسه ها بسته شده، از روی انسان مداری آنچه که گفته شده که افراد باید از همدیگه دو متر فاصله بگیرن، در کنار یکدیگر نمیتونن باشن و به این گونه با هم بیان و درود بگوین و بدرود بگوین، مثل کوریا، بله، همدیگر رو نمیتونن در آغوش بگیرن و آنچه که ما میبینیم به چه گونه آن یک پارچگی که ما داشتیم رو از همدیگه میگسله و از طرف دیگه تا چند از رهبران مجتمع فرهنگی، چه پیشوایان چه رهبران، میتونن ما رو در گرد یکدیگر بیارن و با یک ندای انسان مدار پسا کرونا راه دیگری رو از آنچه که داشتیم بیایم و عنوان بکنیم. بفرمایید ربای رحیمی عزیز، که خیلی دوستتون دارم و احترام خاص برای شما دارم، برای همه زحماتی که همیشه شما در اسرائیل انجام میدید و محبت میکنید، چند باری هم به لس آنجلس اومدید و در کنارتون بودم و از عقل و فهم و درایت شما و اطلاعات بی نهایتی که شما در تورا و تلمود دارید هم خودم بهره گرفتم، هم افرادی رو که چندی مرتبه در چند مراسم با هم دیگه بودیم و افراد واقعا لذت بردن از گفتار شما. مهم اینه که همه ما به اصل خودمون برگردیم، اصلی که تورا به ما میگه او بخرتا بخیم، زندگی رو انتخاب بکنیم. چنو زندگی؟
زندگی که دوری از بدی ها، دوری از ظلم، دوری از ستم، دوری از رفتار بد و قلب هم رو ما باید پاک بکنیم. نسبت به مردمی که باهاشون روبرو میشیم مهر و محبت داشته باشیم و احسان و انسانیت رو. حضرت یشعیا میگه سرم را، خودت رو از بدی ها فراری بده. سرم را، run away from evil, evil actions. و در مقابلش به ما یه جمله پوزیتیو دیگه رو میگه، سرم را لعسه توف، کارهایی که مثبت و خیر هستش رو در زندگی خودت اختیار رو. بنابراین خداوند به ما آزادی عمل داده که میتونیم افراد پاکی باشیم، افرادی که پر از احسان باشن، افرادی که دلشون بجوشه برای مردم دیگه، اونهایی که بینوا هستن، اونهایی که در فقر زندگی میکنن، اونهایی که دور از جون پدر و مادر خودشون رو از دست دادن. وظیفه ماها به عنوان انسان ها چیه؟ آیا باید اونها رو فراموش بکنیم؟ خیلی از مادرها بودن که پشت تلفن من زنگ زدن گریه و زاری میکنن که این فرزندان عزیزشون که همانند فرشته های خدا در این بیمارستان ها میان دارن خدمت میکنن و سعی میکنن جون دیگران رو نجات بدن و با انجام وظیفه در حقیقت جون خودشون رو به خطر میندازن و خودشون رو به پرتگاه نزدیک میکنن. اونها فرشته های حقیقی ما هستن و ما باید دعا کنیم برای این فرشته ها که در کنار ما باشن و از خدا بخوایم که این بیماری، این گزرا، این اتفاقات بدی که اطراف ما میبینیمش، احساسش میکنیم، گریه و زجه مردم رو میشنویم، خدا کمک بکنه و از این ناآرامی و ناآسایشی بیرون بیاییم. به خاطر اینکه ما شاید انسان‌های قدرشناسی در زندگی نبودیم. انسان قدرشناس کسیه که خدا رو بهش ایمان داره، خدا رو دوست داره، خدا رو میپرسته، راه خدا رو انجام میده و از انجام دادنش لذت میبره. و ما باید همون برگردیم به اصل، برگردیم به پاکی، برگردیم به صداقت، برگردیم به درستی و قلبمون برای دیگران بتپه تا بلکه این اتفاقی که افتاده، این شاید این یک درس زندگی به ما که به درون خودمون جستجو بکنیم، ببینیم چه چیزهایی رو در زندگی به تکامل نرسوندیم، چه چیزهایی رو باید انجام بدیم. اون بچه هایی که پدر مادرشون رو میبینن همیشه، الان اون توانایی رو ندارن، یا اون پدر مادر هستن که بچهشون رو نمیتونن ببینن. باید قدرشناسی بکنیم. اول از همه باید ما قدرشناسی نسبت به خدا بکنیم. در همه مراحل زندگی ما آب رو میخوریم، همینجوری سرسری میخوریم بدون اینکه از خدا تشکر بکنیم، غذا میخوریم بدون اینکه از خدا تشکر بکنیم. با آزادی کامل همیشه همه جا تونستیم بریم، قدرشناسی نکرده. خدا داره به ما شاید یه درسی رو میده که قدرشناس بشیم، معنا و مفهوم زندگی حقیقی رو بفهمیم و درک بکنیم. و همونطوری که گفتم انسان‌های بهتری باشیم. در 3000 سال پیش خداوند ملت ما رو از مصر نجات داد و جالب اینه که
ما رو در حقیقت از بردگی، از اسارت بیرون آورد. الان متاسفانه ما همون برده های 3000 سال پیش هستیم. یه چند روز مونده به پسح اون آزادی عمل رو نداریم. و جالبه که در سفر شمات چپتر 12 فکر کنم خط 22-23 که میگه و اتم لو تتس او ایش می پتخ بیتو. شده زندگی امروزی ما. میگه که دولت به ما میگه که از خونه خودتون نمیتونید برید بیرون. و حضرت موشه بن امرام به ملت اسرائیل میگه که در خونه هاتون رو اون خون پسح رو سکرفایسی که میکنید رو به در خونه هاتون بزنید و از خونه هاتون بیرون نیایید. ولوی تن همشخیت لطست ال بیتخم لین گف. و اون کرونا، این همون کروناست که میگه از خونت بیرون نیا، از خونت تکون نخور، بیرون نیا، که اون مگفا، که اون کرونا به شما باهاش گرفتار نشید. امید بر این که چه در اسرائیل، چه در امریکا و چه در کشور عزیزمون ایران و تمام جهان این گفته‌های عزیز دکترهایی که بیان جونش خودشون رو به خطر میندازن و به مردم میگن علناً فعلا دور هم دیگه جمع نشید، stay far، از هم دیگه جدا باشید در حقیقت. و همون ما ها میریم غذا میخوریم دستامون رو نمیشوریم. ببینید همین نتیلا گرفتن بزرگترین و بهترین قدمیه که در یهودیت به ما داد که آقا جان قبل از اینکه غذا میخوری دستت رو بشور، because you carrying many of the microbes. و همینا برمیگرده به اساس و پایه‌های یهودیت که ما داریم، که البته در این چند دقیقه که ما در خدمتتون هستیم نمیتونم همه رو به حضور شما بگم، ولی going back، برگردیم به پایه ها و اساس زندگی و امید بر این که این پسح یه جامپی باشه، یک جهشی باشه برای همه ما از تاریکی به روشنایی، از تاریکی به روشنایی. و خدا همه ما رو کمک بکنه. با سپاس از جناب ملکان در پیوند قلب‌ها از اورشلیم تا لس آنجلس، برنامه دیگر از پادیاوند و میزگرد پادیاوند. امیدواریم که پرسش‌های خودتون رو مطرح بکنید. ما در کنار جناب ملکان برنامه دیگری رو خواهیم داشت و در خدمت حضار خواهیم بود. پاینده دو ملت پارس و یهود، ایران و یهود، و امیدواریم که یکایی که افراد پایدار باشند و پویا و خود رو برای جشن آزادی آماده بکنند. به امید دیدار تا برنامه دیگر.